وقت بخیر بینندگان عزیز تلویزیون آزادی زن، یک شنبه دیگر از راه رسید و شما به تماشای تلویزیون آزادی زن نشستید. روز جهانی کارگر هست و امید این هست که شما هم در مراسم های این روز شرکت داشتین و تبریکات فراوان میگیم و گرامی میداریم این روز رو. با آذر مازدی گفتگو خواهیم کرد. آذر مازدی اول ماه می هست فردا و این برنامه رو که میبندیم ساعتی دیگر نمونده که مردم در سراسر دنیا برای گرامی داشته این روز به خیابان ها میان. امسال از ایران هم خبرهایی هست و جمهوری اسلامی شروع کرده به دستگیری فعالین اجتماعی. دوست داشتم که این خبرها رو از شما بشنویم. بله، روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، روز آزادی خواهی و برابری طلبی، روز سوسیالیستی، کمونیستی و امسال توی ایران یه اتفاق مهمی که افتاده این هست که برای اولین بار توی این برای اولین بار توی این تاریخ این نیم قرن اخیر یا حتی بیشتر معلم‌ها و کارگران با هم اعلام حرکت اعتراضی و تظاهرات کردن. این بسیار مهمه بعد از این همه اعتراض و جنبش اعتراضی معلمان که وسعت یافته، به خیابون‌ها اومده، تعداد زیادی دستگیری داده و اعتراضات کارگری که یک آن ساکت نشده و الان حتی گسترش پیدا کرده. ما شاهد این خواهیم بود که طبقه کارگر به همراه معلمان در این روز اعتراض میکنن، به خصوص بعد از یه سری تمهیداتی که انجام شد که تلاش کنه که کارگر و معلم رو از هم جدا کنه، ولی این حرکت عملا تمام اون تمهیدات رو نقش بر آب میکنه. آذر ماجدی، اتفاقا میخواستم در رابطه این مسئله بپرسم. از بسیار میگن خب روز جهانی کارگر روز طبقه کارگر هست و به نوعی وقتی که میگن معلمینم میخوان بیان، یه نوعی اینو چی میگن ملاخور کردن این روز هست و از این بابت از طرف بعضی از چپ‌ها اعتراض به این بود که طبقه کارگر باید صف مستقل خودشو داشته باشه و ربطی این روز به معلمین نداره، و از طرفی از توی خود معلمین هم صداهای بلند بود که ما یه قشر باسواد هستیم و ما معلمیم و ربطی به کارگر نداریم، کارگرها برن برای خودشون تظاهرات خودشون رو برگزار بکنن. ولی طبیعی هست که فردا که این برنامه پخش میشه به احتمال زیاد فعالین کارگری، فعالین جنبش های اجتماعی، فعالینی که خب راه حل کارگری رو تو اون جامعه به سطح ارجحیت قرار میدن در کنار هم این روز رو گرامی خواهند داشت. خواستم نظر تو در این رابطه بپرسم. اون چپایی که این حرف رو زدن، راستش من نمیدونم چه نوع چپایی هستن، اینا ربطی به مبارزه رادیکال طبقه کارگر، مبارزه برای آزادی، برابری، دنیای بهتر، رفاه و سوسیالیسم ندارن، این قدر مسلمه. و توی جنبش معلمان هم بله هستن گرایش های دست راست، گرایش های محافظه کار، گرایش هایی که میخوان اجازه ندن که مبارزات معلمان رادیکال بشه. بعضن اصلاح طلب حکومتی هن، بعضن تمایل به جمهوری اسلامی دارن، بعضن توده ی اکثریتی هن. بالاخره گرایشات مختلفی درون جنبش معلمین هم وجود داره. ما همین هفته پیش بود که در مورد صحبت هایی که یکی کرده بود و جنبش آبان ماه رو به لومپن پرولتاریا الساق کرده بود صحبت کردیم در این مورد که چه سیاست های پشت یه همچین نظراتی خفته است و از کجا اینها ناشی میشه. اون چه که مسلمه روز جهانی طبقه کارگر، روز جهانی کارگر یه روز آزادی خواهانی و برابری طلبیه. یه روزی هست که جامعه بلند میشه به رهبری جنبش کارگری برای اینکه بتونه برای یه دنیای آزاد، یه دنیای برابر و یه دنیای مرفه، یه دنیای بهتر مبارزه بکنه.
سنتاً این بوده، تاریخاً این بوده و توی جامعه ایران هم ما شاهد این بودیم که گرایشات رادیکال در اون طبقه کارگر تلاش کردن که این سنت رو به همین شکل زنده نگه دارن. در هر وقتی که امکانش وجود داشته کارگرها تلاش کردن که اعتراضات مستقل خودشون رو سازمان بدن و در این اعتراضات همیشه فعالین چپ کارگری و سیاسی حضور داشتن. ولی فرقی که امسال کرده و روز معلم یه روز قبلش بوده و تلاشی بوده که این دوتا از هم جدا بشه، اتفاقا این حرکت یک حرکت کاملا آزادی خواهانه و برابری طلبانه هست، ترقی خواهانه هست و این همبستگی و این اتحاد کاملا به نفع کل جامعه هست برای اینکه بتونه به سمت دنیای بهتر بره. نشون دهنده این هست که گرایشات رادیکال درون طبقه کارگر تونستن فائق بیان به گرایشات محافظه‌کارانه و این رو باید به فارنی گرفت. من تبریک میگم به تمام این فعالینی که با هم تونستن برای این روز به این شکل تدارک ببینن. امیدوارم که بتونیم شاهد یک اعتراض وسیع و گسترده باشیم و به همین خاطر میبینیم که جمهوری اسلامی اینقدر هراسان شده و دستگیری ها رو و بازداشت ها رو و سرکوب رو آغاز کرده. همین امروز یه روز قبل از اول ماه مه 4 نفر از فعالین معلمین رو بازداشت کرده، تو همین هفته اخیر چندین حکم زندانی داده برای فعالین چپ و کارگری مثل اصل محمدی، برای روحام یگانه و فعالین دیگه. 10 روز پیش روز اول اردیبهشت 40 نفر از معلمان رو توی تهران بازداشت کرد. این تلاش هایی هست برای اینکه اتفاقا همونطوری که الان ما میبینیم که کارگرها و معلم‌ها دارن میرن به استقبال اول ماه مه، جمهوری اسلامی هم به سهم خودش و به شکل خودش میره به استقبال اول ماه مه برای اینکه جلوگیری بکنه که از این روز بتونه با شکوه برگزار بشه. آذر ماجدی، من اتفاقا دیروز به یه صحبت های یکی از به حساب فعالین قدیمی معلمان رو که از زمان خاتمی به اصطلاح جلگه به حساب اصلاح طلبی پوشیده بود گوش میکردم، میگفت که این مسئله ربطی به روز جهانی کارگر نداره. امسال 12 اردیبهشت عید فطره، ما تصمیم گرفتیم که یه روز جلوتر بذاریم که عیدمون رو خراب نکنیم. ولی امروز که برنامه رو میبندیم، کانون‌های صنفی معلمان در تهران در گرامی داشت اول ماه مه بیانیه رو صادر کردند و اولین بار هست که در روز جهانی کارگر ما بیانیه‌هایی رو از طرف جنبش معلمان در گرامی داشت اول ماه مه می‌بینیم. فکر نمی‌کنین که واقعا به خاطر همین میخواستن عید فطرشون رو خراب نکنن و اومدن یه روز زودتر؟ واقعا این جریانات راست و محافظه کاری که تمایلات دارن یا به اصلاح طلبان حکومتی تمایلات دارن به جمهوری اسلامی، واقعا شاهکارن توی پیدا کردن این نوع به اصطلاح صحبت ها و این نوع یه شکل بدی این میرن سراغ قضیه. واقعا خنده داره. اون معلم هر چی خواسته گفته، ولی اون چی که مسلمه همونطور که گفتیم درون جنبش معلمان گرایشات مختلف وجود داره. خود طبقه کارگر هم گرایشات مختلف وجود داره، همونطور که تو کل جامعه شما گرایشات راست دارید، گرایشات چپ دارید، گرایشات رادیکال دارید، گرایشات محافظه کار دارید و جمهوری اسلامی هم که ید طولایی داره که تو این وسط کار بکنه، سعی کنه رخنه بکنه و این گرایشات رو به سمت خودش بکشه. اینجا ما شاهد این هستیم که دو گرایش مختلف اومدن جلوی صحنه و دارن روشن در مقابل جامعه حرفشون میزنن. گرایش رادیکال اومده گفته من میرم اول ماه مه روز جهانی کارگر اعتراض میکنم، دستشون درد نکنه، این یک قدم مهم به پیشه. و اون گرایشات راست و محافظه‌کار هم دارن سعی میکنن که یه جوری این قضیه رو لاپوشونی کنن و یه جوری چیز مذهبی جمهوری اسلامی چی روش بریزن. ولی خیلی روشنه هم برای معلما، هم برای کارگرا، برای جامعه و برای جمهوری اسلامی که این مسئله چیه و این بازی هایی که در جلوی صحنه دارن میکنن پشیزی ارزش نداره.
آذر مازیدی، امیدواریم که تجمع های باشکوهی انجام بشه. راستش من آمار اعتراضات کارگری رو برای سال 1400 مرور می کردم. در سال 1400 بیش از 3000 و خورده ای فقط اعتراض و تجمع کارگری بوده. یعنی اگر همینطوری به ساعت انگشتی حساب بکنین، روزی 60 تا به اعتصاب و اعتراض، 6 تا اعتصاب و اعتراض کارگری بوده. ولی خب صدایی به اون صورت، درسته که چپ ها کمونیست ها تلاش کردن که صدای این اعتراضات باشن، ولی تو سطح جامعه این صدا دیده نمیشه، این اعتراضات دیده نمیشه. ولی معلمین فرض کنید 4 تا تظاهرات خیابانی داشتن، همه دارن در رابطه با اعتراضات خیابانی معلمین صحبت میکنن. این چرا اینطوری هست؟ چرا جامعه نمیتونه مطلع بشه که تو جامعه ایران جنبش کارگری یکی از پیشروترین و تپنده ترین جنبش هاست و هر روز در صحنه است؟ من راستش نمیدونم تو خود جامعه ایران انعکاس اینها چی هست، برای اینکه ما راهی نداریم بدونیم. ولی همین که ما داریم راجع به این اعتراضات صحبت میکنیم، همین که تو دنیای مجازی این اعتراضات توسط فعالین چپ وسیعا پخش میشه، نشون میده که اینها عملا انعکاس داره. ولی خب شاید به این خاطر که معلمین در مجموع تعدادشون بسیار زیاده از هر تک واحد کارگری، که طبقه کارگر تعدادش وسیعه، منتها هر تک واحد کارگری خب تعدادش کمتره. وقتی راجع معلمی حرف میزنیم به این معنا وسعت بیشتری پیدا میکنه. خب روشن گرایشات خورده بورژوایی و بورژوایی هم میتونه تاثیر داشته باشه و به این معنی بخواد مبارزه کارگرها رو کم ارزش جلوه بده. رسانه های خارج کشوری اعتراضات کارگری بزرگ رو و طولانی مدت رو یه انعکاس بهش میدن، معلم ها رو منعکس میکنن. اونا میدونیم از کجا داره آب میخوره این حرکتشون. ولی همه میدونن که کارگرا در تمام، حداقل ما میگم عقب نمیرن، فقط به این 4 سال اخیر اگر نگاه بکنیم، هر روز ما با اعتراضات کارگری مواجه بودیم و بعضا اعتراضات کارگری گسترده و وسیع. به طور نمونه هفتپه یه نمونه بسیار بارزه، بعد کارگرای فولاد هستن، کارگرای معدن رو داشتیم، کارگرای پیمانکار نفت پارسال اومدن فریبشون دادن، قول قراری دادن هیچ کدومشون وعده ها رو عمل نکردن، دوباره شروع شده. تو چند جا ما الان میبینیم کارگران پتروشیمی عسلویه رو داشتیم، کارگران پیمانکار نفت رو داشتیم که دوباره اعتصابشون رو شروع کردن، فولاد یه دوره دوباره اعتصابش رو شروع کرده، کارگران شهرداری و غیره ما شاهدش هستیم که همه جا اینجا اونجا اعتراض میکنن برای حقوق عقب موندهشون و حقوق دیگرشون. جامعه کلا در تلاطمه به خاطر اینکه بحران اقتصادی وحشتناک گسترده شده و داره روز به روز گسترده میشه. خبر از این داده میشه که چند میلیارد دلار سرمایه همین تو این چند ماه اخیر از کشور خارج شده. بحران اقتصادی باعث شده که سرمایه ها رو بردارن، یعنی پولای مردم رو بردارن بدوزن. وقتی میگن سرمایه خارج شده، یعنی پولای مردم رو دارن میدوزن. و این بحران اقتصادی عمیق کارت رو به استخون مردم رسونده. فقر، گرسنگی بیداد میکنه، بیکاری بیداد میکنه، بیخانمانی بیداد میکنه. و علارغم سرکوب رژیم اسلامی ما میبینیم که هنوز اعتراضات ادامه داره. همین اول ماه می که از مدتی هست الان دارن به استقبالش میرن، خودش یه جواب دندون شکنی هست به تمام کسایی که ممکن نخوان ببینن یا نخوان اعتراف بکنن به وضعیتی که هست و به انسجامی که وجود داره برای اعتراض. الان همبستگی که بین معلم و کارگر پیش اومده به خصوص بسیار بسیار مهمه و این مبارزات رو و این جنبش رو چند پله به جلو خواهد برد. این واقعیت جامعه است و امیدواریم که بتونیم هر چه زودتر شاهد این باشیم که کارگران، معلمان، مردم زحمتکش و آزادی خواه جامعه این رژیم رو به زیر بکشن. آذر ماجدی، اتفاقا ما
گوشه هایی از اعتراضات و گرامی داشته برای گرامی داشته به سا اول ماه می رو میبینیم. سالهای گذشته معمولا به گشت و گذار در طبیعت میرفتند. امسال اولین عکس هایی که از مراسم های نقده به اصطلاح تو مدیای اجتماعی پخش شد نشون میده که دیگر دارن جمع میشن و امسال با توجه به اینکه معلمین نیز برای این روز فراخوان دادن و یه نوعی به حساب پذیرفتن این هست که جنبش کارگری میتونه تغییرات اساسی به وجود بیاره، شما چه آینده ای رو میتونین متصور بشین؟ آیا واقعا میتونه این حرکت برای جنبش کارگری هم کمکی باشه و همچنین برای جنبش های دیگه اجتماعی که برای احقاق حقوقشون دارن فعالیت میکنن؟ ببینید، این یه دماسنج خوبیه. یکی اینکه همین که شما اشاره کردید به اینکه سالهای پیش گلگشت هایی بود، یه تعداد معدودی میرفتن توی کوه و دشت، دو سه تا پلاکار دستشون میگرفتن، عکس میگرفتن، اینها تو دنیای مجازی پخش میشد. الان شروع کردن که توی پارسال و پیارسال و هم توی خیابون اعلام کرده بودن تو تهران برای تجمع که جمهوری اسلامی حمله کرد و سرکوب کرد و پراکنده کرد، و ولی امسال ما میبینیم که جاهای دیگه هم توی خیابون شروع شده اعتراضات و این مسئله معلم و کارگر با هم خودش نشون دهنده پیشروی چپ توی جنبش اعتراضیه، چپ توی جنبش کارگری و معلم ها هست. این به نظر من یه قدم بسیار مهمه جلو و این که نشون میده که توازن طبقاتی تو جامعه که پیش الان مدتیه که تغییر کرده، هرچند که رژیم میزنه، هنوز سرکوب میکنه، دستگیر میکنه، زندانی میده، برای اینکه هنوز تو قدرته، هنوز زورش میرسه، ولی همین که میبینیم کارگر و معلم و زحمتکش ساکت نمیشینن، به اعتراضشون علیرغم تمام این سرکوب ها ادامه میدن، بعد الان میان از مدتی قبل اعلام تجمع میکنن برای روز اول ماه مه با هم، همه اینا نشون میده که جامعه به چپ چرخیده و توازن طبقاتی به نفع چپ و به نفع کارگر تغییر کرده. روشن امیدش بسیاره که بتونه این مبارزه به پیروزی برسه، ولی خب باید دید که چگونه این انسجام، این اتحاد و این همبستگی عمیق‌تر میشه و گسترده‌تر میشه و ما شاهد رشد رادیکالیزم و همبستگی درون جنبش اعتراضی، جنبش کارگری خواهیم بود. و این خودش یه درخواست دیگه است برای اینکه باید مجامع عمومی رو گسترش داد تو تمام این مبارزاتی که داریم میکنیم. نقش مجامع عمومی بسیار مهمه و باید مجامع عمومی رو گسترش داد برای مبارزاتمون، برای پیشرویمون، برای حرکتمون تو مجامع عمومی تصمیم بگیریم. آذر ماجدی، امسال هم در به حساب قبل از روز قبل از اول ماه مه ما شاهد دستگیری های فعالین معلمین، فعالین کارگری، همونطور خبر میرسه که رهام یگانه رو نیز گرفتن، عثمان اسماعیلی رو در کردستان دستگیر کردن و همچنین خبرهایی از سنندج و دیگر شهرهای کردستان بود که فعالین کارگری رو احضار کردند و معلمین زیادی رو در جای جای ایران احضار کردند. جمهوری اسلامی قبل از پاندمی کرونا اولین تظاهراتی که کارگران در مقابل مدرسه جمهوری اسلامی به اصلا فراخوان داده بودند به مناسبت اول ماه سرکوب کرد، شدیدا حمله کرد، تعداد زیادی رو دستگیر کرد، زخمی کرد و بعداً زندان‌های طولانی بهشون برید. شما میگین که به حساب توازن قوا تغییر کرده، فکر میکنین که این احضارها و اینا فقط برای جلوگیری از مراسم های اول ماه می هست یا میخواد دوباره باز چی میگن شمشیر رو از رو ببنده و فعالین رو قلقم بکنه؟ جمهوری اسلامی هیچ وقت شمشیر رو از زیر نبسته، همیشه شمشیرش از رو بسته بوده و اگر نگاه بکنیم قدرت دستگیری و بازداشتش به یه میزان کمتر شده. ما شاهد این همه اعتراض هستیم ولی با اون چیزی که از جمهوری اسلامی میشناسیم نتونسته
اعتراضات نتونسته بازداشت های وسیع تری بکنه یا زندانی های وسیع تری بده و مجبور شده یه دیر همین اخیرا آزاد بکنه. این به خاطر این نیست که جمهوری اسلامی درهم تر شده یا آزادی خاطر شده، به خاطر اینکه زورش نمیرسه. و به این معناست که من دارم میگم توازن قوا تغییر کرده، به این معناست که جمهوری اسلامی دیگه دندونش اون تیزی سابق رو نداره، دیگه خنجرش به اون تیزی نمیپره مثل سابق. و این خودش نشون میده که طبقه کارگر، مردم، توده ها، جامعه، جنبش اعتراضی رادیکال پیشروی داشته و جمهوری اسلامی نمیتونه به اون شکل در مقابلش دیگه قدرت نمایی بکنه. روشن تا زمانی که جمهوری اسلامی سر کار مشاهیر بازداشت، دستگیری، سرکوب، شکنجه، اعدام خواهیم بود. این ماهیت این رژیم سرکوبگره، میکشه برای اینکه بگه هستم، میگیره برای اینکه بگه هستم. این واقعیت جمهوری اسلامیه. منتها وقتی مقایسه میکنیم با سالهای پیش میبینیم که تغییر کرده، میبینیم دیگه اون قدرت سابق رو نداره و میبینیم که چقدر مبارزات گسترده تر شده. همین حرکت اول ماه مه به نظر من بسیار بسیار گویا هست. همین که چون به این راجب این داریم حرف میزنیم که اومدن تو خیابون، دیگه نرفتن فقط خودشون یه جایی تو گلگشت فقط یه عکس بگیرن، بلکه تصمیم گرفتن که تو دست خودشون بگیرن. سالهای پیش هم بوده که تلاشهایی شده و تلاش ها سرکوب شده، عقب مونده شده و دوباره ما شاهد پیشروی بودیم. الان ما اطلاعیه های دیدیم از کارگرهای مختلفی که برای اول ماه مه فراخوان اعتراض دادن، فراخوان تحریکت دادن. این بسیار بسیار مهم هست توی وقتی شما به این فکر بکنید که با جامعه روبرو هستید که رژیم وحشی، یه رژیم سرکوبگر سر کاره و 42-43 ساله که کارش این بوده بگیره بزنه بکشه شکنجه بکنه، ولی میبینین که چگونه در مقابلش ایستادن. اینها رو باید دید، از اون ور قضیه رو باید دید و اینکه امید توی جامعه وجود داره، امید برای تغییر وجود داره، تحرک وجود داره برای تغییر و تلاش وجود داره برای تغییر و تلاش های سازمانی یافته. به نظر من اینها اون نکات بسیار مثبت و امیدبخشی هست که باید بهش نگاه کرد و اینهاست که به ما داره میگه توازن طبقاتی تو جامعه تغییر کرده و جمهوری اسلامی اون قدرت سابق رو نداره در مقابل جنبش اعتراضی مردم. آذر ماجدی، اوضاعی که در ایران هست بالاخره این رو عنوان میکنه که این اعتراضات جامعه حتی بعد از اول ماه مه ادامه دار خواهد بود و بخشن تعدادی از فعالین در زندان ها هستند. سپیده گلیان هنوز در زندان هست، عبدی در زندان هست. جایگاه این خواست آزادی زندانیان سیاسی در این اعتراضات چی میتونه باشه؟ چرا سفرشون رو جدا بکنن؟ فرض کنین معلمین تظاهرات میذارن خواهان آزادی عبدی بشن، کارگرها تظاهرات میذارن خواهان آزادی سپیده گلیان بشن. چرا اینو از آن خود نمیدونن که در هر تظاهراتی خواهان آزادی زندانیان سیاسی بشن؟ ما شاهد این هم بودیم که فرضاً خواهان آزادی معلمان و زندانیان سیاسی بودن. روشنه که امیدواریم تو اول ماه مه، من فکر میکنم حتما این رو ما شاهد خواهیم بود، خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی باشن و این برای این خواست شعار بدن و برای این خواست رو تو قطعنامه‌شون داشته باشن، این خواست رو توی تظاهرات داشته باشن، به شکل بنر تو دستشون داشته باشن. این مهمه. ما باید علیه سرکوب جمهوری اسلامی بایستیم و جمهوری اسلامی رو عقب بنشونیم و آزادی زندانیان سیاسی یکی از اقدامات بسیار اساسی و مهم هست. باید برای تمام زندانیان سیاسی، سپیده قلیان، عبدی و زندانیان اخیر مثل عسل محمدی هنوز نرفته ولی بهش حکم دادن، روحام رو گرفتن بهش حکم دادن، هیراد پیربداغی و و و و 4 نفر از معلمین رو که امروز دستگیر کردن، اینها همه باید آزاد باشن، همه باید آزاد بشن و ما باید برای آزادیشون مبارزه بکنیم. بینندگان عزیز، با آذر ماجدی گفتگو میکنیم. آذر ماجدی، از اول ماه مه بیایم به طرف اسکاندیناوی. اخیراً دادگاه دادستانی سوئد به یکی از جانیان اسلامی که در کشتارهای 67 دست داشت تقاضای حکم ابد یعنی اشد مجازات رو کرده. توی
جامعه سوریت به اصطلاح اعدام وجود نداره دیگه، سختترینش همون ابد هستش. و این مسئله باعث شده که وزارت امور خارجه سوئد بیانیه رو بده و کسایی که در سوئد زندگی میکنن بگه که در اگر سفر ضروری ندارین به ایران مسافرت نکنین. شما این حکم رو چگونه میبینین؟ آیا میتونه آغازی باشه برای محاکمه کردن دیگر سران جمهوری اسلامی در خارج کشور به جرم جنایت علیه بشریت، و یا اینکه خب به دبستان دارند که بالاخره الان سال هاست که تعدادی از تبعه های سوئد در ایران زندانی هستند، حالا بعد از این هم که به اینشون هم حکم دادن شاید به دبستان بکنن؟ البته هنوز حکم تصویب نشده، این رو دادستان تقاضا کرده، باید ببینیم که الان من دقیقا شکلش رو نمیدونم هیئت جوری وجود داشته یا قاضی تصمیم میگیره که حکم چه باشه، ولی باید منتظر شیم ببینیم که آیا این حکم تصویب میشه یا نه. ولی باعث خوشحالیه که چنین درخواستی رو دادستان ها کردن، امیدوارم که تصویب بشه و این قدم مهمی هست برای به محاکمه کشیدن تمام این جنایتکاران در دادگاه های برای محاکمه اینها به عنوان جنایتکار علیه بشریت. و در مورد این توافقات این دولت ها ما میدونیم ید طولایی در این دارن، تمام این دولت ها به دبستان داشتن، پول گرفتن، پول دادن، یا به خاطر معاملات دولت سوئد که خیلی زیاد بوده، معاملاتی که با جمهوری اسلامی داشته، و به خاطر این معاملات هر نوع انسان خواهی رو، هر نوع ترقی خواهی و هر نوع حقوق بشر حتی به قول خودشون رو زیر پا گذاشته. و دولت همه دولت های غربی، همین اخیرا دو نفر از زندانی های ایرانی انگلیسی آزاد شدن، اونم در مقابل این بود که بالاخره بعد از چند سال دولت بریتانیا قبول کرد که پول ایران رو پس بده، که البته الان میگن تو عمان این پول گیر افتاده و جمهوری اسلامی هنوز نتونسته پولش رو بگیره. و در نتیجه باید دید این جور به اصطلاح دیپلماسی، این جور فساد وجود داره، منتها تا همین جاش یه قدم مثبته، تا همین جایی که این دادگاه تشکیل شد و دادخواهان تونستن شرکت کنن، چه کسانی که قبلا زندانی سیاسی بودن یا خانواده هاشون تونستن برن و حرف دلشون رو یه جا بیان کنن و دادخواهی کنن، و همین که دادستان ها این حکم خواستن تا همینجا مثبته، و من امیدوارم که دادگاه بالاخره این حکم رو تصویب کنه. خب آذر ماجدی، معمولا اینجا خب هر چهار دادستان به اصطلاح که یه شورایی هست که در رابطه محاکمه این، هر چهار دادستان به اتفاق آرا خواهان اشد مجازات براش شدند، و همچنین وکیل شاکیان که این پنج تا معمولا خب دادگاه هم تلاش میکنه که به حساب بر اون داده هایی که هست حرکت بکنه، و اینطور که عنوان میشه حتی پیامک هایی که ایشون با همین ابرام قاتل رئیسی فعلی داشتن، این پیامک ها رو نیز بازیابی کردن و نقشش رو در کشتار 67 کاملا به حساب مستند کردن. امیدواریم که این مسئله عنوان بشه. و اخیرا عنوان شده که یک کس دیگه رو در اروپا دستگیر کردن که قصد ترور سه نفر رو در ترکیه و آلمان و یک کشور دیگه داشته. آیا شما خبری هم از این شنیدین؟ نه، اون چیزی که من شنیدم این که این خبر رو ظاهرا تلویزیون ایران اینترنشنال منتشر کرده و بعد موساد الان تایید کرده که اینها کشف کردن، و تو استانبول قرار بوده که یکی از دیپلمات‌های اسرائیلی رو ترور کنه که طرف رو گرفتن، دستگیر کردن، الان دست دولت ترکیه است. فکر میکنم قرار بوده 1 میلیون خورده دلار پول بگیره بابت این کارش، و میگن که با باند قاچاقچی هایی که باشون همکاری میکرده اونها قرار بوده تو این قتل نقش داشته باشن.
کسایی دو نفر، یه نفر یه خبرنگار رو قرار بوده بکشه و بعد یکی از فکر میکنم یک سیاستمدار دیگه ای رو تو آلمان آمریکایی میخواسته قرار بوده ترور کنه. این چیزی که اخبار گفته میشه، صحت و سقمش رو من نمیدونم. ایران اینترنشنال گفته، موساد هم اومده روش تایید کرد. و این ولی اولین بار نیست، همین چند وقت پیش هم بود که باز تو ترکیه یکی دو نفر رو دستگیر کردن که میخواستن پناهجوها رو ترور کنن، ولی بعد دولت ترکیه و دولت ایران با هم دیگه هم دستی دارن، با هم همکاری دارن، اینا رو تحویل دادن. حالا این دفعه که پای اسرائیل هم در میونه و در نتیجه ممکنه پای دولت‌های غربی هم بیاد وسط، باید ببینیم چی میشه. باید این رو هم در نظر بگیریم. الان که جمهوری اسلامی به نفع روسیه تو سازمان ملل رأی داده و از روسیه داره حمایت میکنه، ممکنه تلاش بشه که فشارهای بیشتری رو به روش بیارن تا از کرده خودش پشیمون بشه. ببینید پشت تمام اینا هیچ کدوم از این دولت‌ها نه حقیقت رو میخوان ببینن، نه آزادی خواهی رو، نه انسان دوستی رو. همیشه یه سری زیادی از این دیپلماسی و فساد سیاسی اقتصادی پشت قضیه است. باید چطوری عمل میکنن. امیدوارم که این آدم رو نگه دارن، محاکمه بکنن و پسش ندن به جمهوری اسلامی، ولی باید دید که چه معادلات سیاسی اون پشت حرکت خواهد کرد. آذر ماجدی، یه مسئله دیگه که دوست داشتم با عنوان بکنم، مسئله بسا پادراز کردن حکومت در خارج کشور تحت عنوان کارهای فرهنگی بوده. ما شاهد این بودیم که بخشن فیلمایی رو که حتی تو ایران به حساب نمایش نمیدن برای خارج درست میکنن و میخوان یه چهره دیگه ای رو از حکومت اسلامی تو خارج نشون بدن و به دبستان هایی که دارن توی فستیوال های مختلف و این بر اون بر بالاخره پول خرج میکنن که یه چهره دیگه ای رو از حکومت نشون بدن. اخیراً در آمریکا گویا فیلمی رو که یکی از این اوباش دستاندرکاران حاکمیت ساخته بوده نمایش دادن، به نمایش گذاشتن و این هم بالاخره تا زمانی که جمهوری اسلامی هست پول خرج میکنن و اینا رو رئیس قبیله و هنرمند و اینا میکنن دیگه. و گویا از هنرمندایی که بالاخره میگفتن که ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم هم تو این جلسه شرکت داشتن و صحبت هایی هم شده. آیا فکر میکنین که جمهوری اسلامی در خارج کشور تونسته به فعالیت های خودش به اینقدر عمق بده که کسایی رو که یه روزی مخالف جمهوری اسلامی بودند هم به برنامه هاش بکشه؟ ببینید این سیاست اینطوریه، بعد بستگی داره که تعداد زیادی هستن کسانی که بنایی که منافعشون چی حکم کنه، منافع اقتصادیشون یا هر چیز دیگه، یه روز این ورن یه روز اون ورن. این قضیه از زمان دوی خرداد، از زمانی که اصلاح طلبان حکومتی جلوی صحنه اومدن و یه صفی رو تشکیل دادن ما شاهد این بودیم. تمام فیلم هایی که اسکار گرفتن یا توی فستیوال برلین نشون دادن جایزه گرفتن، توی فستیوال کان نشون دادن جایزه گرفتن، اینا همه لابیگری بوده. رو شده بود این یه ایرانی که توی فرانسه پول زیادی از جمهوری اسلامی میگرفت، از اون بر پول میداد به بعضی از این قاضی های فستیوال کان و غیره، لابیش بود برای اینکه فیلم های ایرانی رو نشون بدن و جایزه بگیرن. و ما شاهد این بودیم. مگه دو تا اسکاری که دادن به ایران چجوری بود؟ اینا همشون یه مشت فیلم ها از فیلم های بدی نبود، ولی این جایزه اسکار برای فیلم های جمهوری اسلامی سیاسیه پشتش. این لابیزم جمهوری اسلامی کار کرده و این لابیزم تونسته تا اینجا بیاد و به تمام این سینماگرانی که تونستن تو جامعه ایران کسی بشن برای خودشون به اصطلاح شهرتی پیدا کنن. حالا من کار ندارم کارشون خوبه یا بده، من هنری اینجا حرف نمیزنم، دارم سیاسی حرف میزنم. میتونه کار هنریشون خیلی خوب باشه، ولی تو جامعه مثل جامعه ایران تحت اون رژیم هنر خوب و بد معنا نداره. شما اگه دستتون با جمهوری اسلامی تو دست هم باشه، جلو میایید، معروف میشید، جایزه میگیرید، خارج میرید، پول میگیرید. و تمام این هنرمندان این کارو کردن، سینماگران و هنرمندای دیگه، نقاشا و غیر و ذالک. در نتیجه همشون آلودن،
همشون آلودن و بعد اینا رو حالا خارج هم میان. الان که داره دنیا یه خورده میگم همین که توازن قوا عوض شده، هی ما میبینیم بعضی از این سینماگران اطلاعیه میدن و اعتراض میکنن و حالا که همه مردم اومدن و این همه کشته و شکنجه و زندانی دادن، اینا یادشون افتاده که دوتا بیانیه امضا کنن. به همین خاطر بیانیه‌ای که اینا میدن من براشون پشیز ارزش قائل نیستم، به خاطر نوع شرایط آدمایی هستن که همیشه منافع خودشونو دیدن. و این فیلم هم توی بیولی هیلز، همین توی آمریکا، توی لس آنجلس پر از لابی‌های جمهوری اسلامی، کسانی که میرن و میان و پولشون از جمهوری اسلامی درمیارن. عجیب نیست که اینو شما اونجا شاهد باشید. حالا این به اصطلاح هنرمند مخالف اسفندیار منفردزاده‌ام که مثلا یه زمانی حتی ادای چپ بودن در می آورده، حالا رفته از اونها دفاع کرده، برای من اینا راستش عجیب نیست، برای من اینا حتی تعجب آور نیست. منافع سیاسی اقتصادی آدم‌ها رو باید دید کجا حکم می‌کنه، میتونه از امروز به فردا رنگ سیاستشون رو تغییر بده. اینطوری میشه آدم‌ها رو شناخت. ممنون نظر ماجدی. راستش من همیشه با این هنرمندا اصلا آبم به یه جوب نمیره، میگم این هنرمند جماعت ایرانی مثل شتر مرغ میمونن، بگی بار ببر میگه مرغم، بگی بسا تخم بذار میگه شترم. بخش زیادی از هنرمندای ایرانی که بسا خیلی هم سر و صدا دارن از این جنس هستن، منظورم از اون هنرمندای مترقی نیست. خب آذر ماجدی، بریم سراغ مسئله دیگر. اخیرا من مطلبی میخونم که افت به اصطلاح شاخص بورس توی آمریکا قابل مقایسه است با 1930 و بالاخره بازار بورس یه دماسنجی هست که اوضاع اقتصادی جهان رو نشون میده. آیا به طرف به اصطلاح تشدید بحران اقتصادی توی غرب میریم؟ شما اینو چطور میبینید؟ بحران اقتصادی تو کل دنیا به شدت عمیق شده و ما الان تو غرب به عنوان مهد به اصطلاح ثروت و پیشرفت نظام سرمایه‌داری وقتی نگاه میکنیم میبینیم اون چیزی که اینا بهش میگن تورم، یعنی قیمت‌ها رفته بالا، که دقیقاً یه نشونه جدی بحران اقتصادی هست. وحشتناکه انرژی، یعنی نفت و گاز و برق و غذا و بنزین و اجاره. من برنامه نگاه میکردم که میگن تو آمریکا تو همین مدت 30% نرخ اجاره ها رفته بالا. شما فقط تصورشو بکنید که یه خانواده‌ای که کارگره یا یه خانواده‌ای که مثلا پول نداشته که خونه بخره، در چه مجبور اجاره بکنید، یه میتونید ببینید که سطح درآمدش چی هست. یه دفعه از یه ماه به ماه دیگه 30% اجارش میره بالا، نمیدونم 7-8% قیمت آذوقه رفته بالا، حالا بنزین و نمیدونم برق و گاز و اینها هم به شدت رفته بالا. بحران عمیقه. همین امروز من نگاه میکردم که جف بزوس مال آمازون یه چیزی حدود چند بیلیارد، اگر اشتباه نکنم اعداد به خاطرم نمونده، میلیارد دلار توی بورس تنزل کرده سهام آمازون. همینطور در مورد فیسبوک و مارک زوکربرگ و اینها میگن که بعضن میگن حتی بحران از بحران اون دوره به اصطلاح دیپرشن بزرگی که تو دهه 30 توی غرب بود و به خصوص تو آمریکا، از اون موقع هم حتی عمیق‌تره. و این مسئله ما تو برنامه‌های قبلم راجبش حرف زدیم. به نظر من این یکی از دلایل اصلی هست که آمریکا اینطور داره به آتش جنگ تو اوکراین اضافه می‌کنه. به عنوان یک جنگ همیشه یک سلاح و ابزاری بوده برای مقابله با بحران‌های اقتصادی و الان داره دولت آمریکا بایدن دقیقاً همین کار رو انجام میده و در این حال داره تلاش می‌کنه توجه‌ها رو از این وضعیت ببره به جنگ و مقصر رو روسیه اعلام بکنه، نه واقعا سرمایه‌داری تو خود آمریکا. و با جلب توجه به جنگ و مقصر روسیه معرفی کردن بتونن این بحران عمیق رو به نوعی اثر بگذرونن. توی خود اروپا هم دارن از بحران عمیق صحبت میکنن و راستش این بحران عمیق اقتصادی در کنار این جنگی که تو اوکراین شکل گرفته هست که باعث نگرانی عمیقی هست که ما ممکنه شاهد یک جنگ جهانی سوم باشیم.
آذر ماجدی، اتفاقا صحبت از این هست که تورمی که الان به حساب پا گرفته در اروپا بیشتر به خاطر دوره پاندمی کرونا و مسئله همین انرژی و بستن به حساب شیر گاز و نفت به روی اروپا بیشتر هستش. من فکر میکنم که خب همونطوری که شما هم اشاره داشتین، جنگ به عنوان ابزاری هست که به اساس سرپوش بذارن روی این بحران وسیع اقتصادی که سرمایه‌داری دامن سرمایه‌داری رو گرفته. فکر میکنیم که واقعا اروپا و تو کشورهای دیگه که بالاخره بخشی از جامعه انتظار اینو داره که دولت در قبال سلامتشون، در قبال نون روزشون مسئولیت داشته باشه، تو پاندمی کرونا این کاملا علنی شد که هیچ مسئولیتی در قبال جان مردم و شهروندان ندارد. آیا فکر نمی کنی که میتونه مسئله ساکت کردن جامعه هم باشه که این مسئله رو خودشون باد میزنند که تورم رفته بالا، بحران اقتصادی داریم، جنگ داریم، از این حرفا، که جلوی اعتراضات مردم رو بگیرن؟ ببینید، بحران اقتصادی علاوه بر اینکه مبارزه طبقاتی رو تشدید میکنه، اعتراضات رو از طرف طبقه کارگر و مردم زحمتکش گسترش میده و آتیشی براش میشه که جلو اون میخوان وایسن، ولی جلو خود بحران رو گرفتن. جنگ همیشه یه سلاحی بوده که استفاده کردن، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم هم به همین دلیل پیش اومده و جنگ های دیگه. آمریکا رو نگاه کنید، یک آن از جنگ راه انداختن تو دنیا آزاد نیست و تمام دنیا، هم تو آمریکای جنوبی، هم تو آفریقا، هم توی آسیا و خاورمیانه کارش اینه. و همین گسترش ناتو برای چیه؟ در این حال این گسترش ناتو و اینکه الان همه میخوان بهش بپیوندن برای اینکه بتونن جلوی چنین بحران هایی رو بیستن و بگیرن. قطعا پاندمی نقش داشته. هر 10 سال یه بار سرمایه‌داری دچار بحران میشه. همین 2007 و 2008 بود که اون بحران عمیق پیش اومد. دولت‌ها عملاً پول دادن به سرمایه‌دارا، مردم رو بعدش فقیرتر کردن، بسیاری از رفاهیات جامعه رو زدن، قوانین رو عقب بردن از اون چیزی که جامعه رفاه خوانده میشد تو تمام دنیا، برای اینکه بتونن سرمایه‌داری رو نجات بدن. در ته جریان وال استریت و بانک‌ها و تمام این شرکت ها با یک عالم پول اومدن بیرون و الان که نگاه میکنید میبینید که مثلا این سرمایه‌دارای بزرگ 3 برابر شده ثروتشون به نسبت 2007-2008، در حالی که حقوق ها دستمزدها تو هیچ جای اروپا بیشتر از شاید 1-2% بالا نرفته. پندمی به کنار، از 2007 تا 2008 وقتی نگاه میکنید، پندمی اومده خب وضع رو خرابتر کرده. و بعد اخباری که دست سر این پاندمی اومده بیرون، اینا رو هم باید یه جور زیر آب بکنن. الان دیگه خیلی روشنه که این پاندمی اصلش از یک دونه لابراتوار توی یوهان توی چین اومده، نه از اون مارکت حیوانات وحشی که اول می‌خواستن بگن این حیوانات وحشی و خفاش و اینا باعث شده. نه خیر، این رو داشتن یه تحقیقاتی می‌کردن تو این لابراتوار تو یوهان از طرف یک NHI National Institute of Health توی آمریکا، اینها پول داده بودن به این لابراتوار تو چین که روی این ویروس هایی که میکروب ها و ویروس های چیز تحقیق بکنه. عملا میشه دارن سلاح بیولوژیک میسازن و توش تحقیق میکنن. این بیرون اومده و باعث شده که خود آمریکا میگن 1 میلیون کشته شده، تو کل دنیا 6-7 میلیون کشته شدن و وضعیت به این شکل در اومد. و بعد این رو دارن هنوز سعی میکنن زیر آب بکنن، خبرش پخش نشه که عملا اینها باعث شدن که این وضعیت وحشتناک برای دنیا به وجود بیاد. بعد پولایی که این فارماسوتیکالا سر واکسن تو این مدت خوردن، کارایی که کردن، مردمی که کشته شدن، جونشون از دست داده شد، تو خونه های سالمندان، همه اینها چیزایی هست که با زیر خاک بشه. حالا قبل از اینکه جنگ روسیه به اوکراین حمله بکنه، مسئله گرون شدن نفت و گاز و برق مطرح شده بود. تو انگلیس گفته بودن 70% قیمت انرژی که نفت که گاز و برق میره بالا،
اصلا این هنوز بحثی از جنگ اوکراین نبود، همراهش مالیات توی انگلیس رفته بود بالا، همراهش غذا و آذوقه و اینا رفته بود. قبل از اینکه روسیه به اوکراین حمله کنه لااقل تو خود انگلیس این اتفاق افتاده بود، تو جاهای دیگه اروپا هم افتاده بود، تو آمریکا هم شروع شده بود و بعد جنگ تو اوکراین شروع شد که حالا همه رو میخوام بندازن گردن روسیه. این و بعد اعتراضات کارگری تو آمریکا به شدت گسترش پیدا کرده. اینو ما دفعه پیشم راجبش صحبت کردیم. جنبش اتحادیه‌ای وسیعا رشد کرده تو آمریکا. شما هر روز خبر از این دارید که یک جای، حالا یه واحد کوچیک یا یه وزر بزرگتر داره اتحادیه میسازه، داره برای اتحادیه رای گیری میکنه. آمازون که یک حرکت بسیار بسیار مهم بود. یا بعد کمبود نیروی کار، کارگرا دیگه حاضر نیستن با اون یک قرون دوزار برن سر کار، با نون بخور نمی برن سر کار. این خودش به یه مسئله مهمی تبدیل شده. بانک آمریکا هشدار داده CEOش که ما با کمبود نیروی کار روبرو هست اقتصاد توی جامعه آمریکا. تمام اینا رو وقتی میذاری رو هم میتونی تصویر رو ببینی و بفهمی که چجوری بورژوازی و طبقه حاکم الان توی آمریکا و توی غرب داره تلاش میکنه که با این جنگ این بحرانش رو یه جوری اثر بگذرونه و باهاش مقابله کنه به اشکال مختلف، چه جلوی اعتراضات بیسته، چه یه جوری با جنگ بتونه این بحران اقتصادی رو پشت سر بذاره، مسئله و دشمن تراشی یه شیطان سازی بیرون که حالا روسیه قراره باشه. و میبینیم که این در تمام دنیا رو گرفته. آفریقا توش قحطیه، توش گرسنگیه، توش فقره، تمام دنیا. و این وضعیت رو ما الان باهاش روبرو هستیم. اینکه آیا میشه بدون یه جنگ وسیع‌تر ازش بیرون اومد یا نه، این الان سوالی هست که در مقابل ما قرار گرفته. اتفاقا آذر ماجدی میخواستم این رو سوال بکنم. شما اشاره کردین که امکان داره که خوب این جنگ به یه جنگ بزرگی تبدیل بشه، جنگ در اوکراین. خب همونطور که میدونین 20 اردیبهشت یا 9 مای روزیه که 77 سال پیش به ارتش شوروی نازیسم توسکلند رو شکست داد و میگن که همین زدی هم که می نویسن دو تا هفته به هم چسبیده هست از این ور از اون ور، یعنی تداعی بکنه حمله به نازیسم در 77 سال قبل رو. اینطور عنوان میشه که پوتین هم میخواد در 9 مای یعنی 20 اردیبهشت یه نوعی بسا بگه که دستاوردی داشتم و نازیستا و فاشیستا رو در اوکراین سرکوب کردم. آیا شما راهی نمیبینین که خب اینا هم عقلشون میرسه، بالاخره جنگ به منفعتشون نیست، جنگ رو به این زودی تموم بکنن؟ چرا شما اشاره میکنین که امکان داره این جنگ به یه جنگ وسیع تبدیل بشه؟ ببینید ناتو خیلی روشن گفته، همین اخیراً تو آلمان 40 تا دولت دور هم جمع شدن و روشن راجبش حرف زدن. بایدن همینطور داره میگه، رئیس ناتو داره میگه، دولت‌های اروپای واحد دارن میگن نمیخوان این جنگ تموم بشه. شرایطی که به اصطلاح میذارن یعنی که نمیخوان جنگ تموم بشه. اگه اینا میخواستن جنگ تموم بشه باید از همون اول خیلی سریع با آتش مسئله اعلام آتش بس رو مطرح میکردن، مذاکره میکردن و اینکه ناتو اوکراین وارد ناتو نخواهد شد و خونسا باقی خواهد موند رو راجبش حرف میزدن و وضعیت اون دوتا الان تبدیل شدن به دارن میشن تبدیل میشن به دوتا کشور مستقل ولی قبلا خود مختار بودن، تو دونتسک تو شرق اوکراین که روس بخش وسیع جمعیتش روسی الاصلن که اینها از اقلن از سال 2014 یعنی 8 ساله که مدام تر از طرف ارتش اوکراین و نازی ها مورد حمله هستن. بیش از 30,000 نفر کشته شدن از روسی الاصل تو این منطقه توسط نازی ها. این یه واقعیتی هست که من همه دارن راجبش الان دیگه حرف میزنن، فقط شما از CNN اینا رو نمیشنوید وگرنه رسانه های وسیع هستن از ژورنالیست های مستقل که دارن راجب این حرف میزنن، فیلم نشون میدن، فاکت براتون میارن، حتی از کسانی که قبلا تو ناتو کار میکردن دارن راجب این مسئله صحبت میکنن.
و در نتیجه میتونستن اینطوری تموم کنن، ولی نمیخوان تموم کنن. حتی وقتی که مذاکره صلح در استانبول شروع شد و معاون فکر میکنم وزیر امور خارجه روسیه بود، یه دونه اطلاعی مطبوعاتی داد، گفت پیشروی بوده، ما از عقب میشینیم از کیف و هنوز آتش بس نیست ولی داریم میریم به اون سمت. رئیس ناتو رفت اوکراین، زلنسکی رو دید و زلنسکی عقب کشید از اون مذاکرات. نمیخوان صلح بشه، میخوان جنگ ادامه پیدا کنه. جنگ براشون نعمته. تا اونجا که به روسیه مربوط میشه، روسیه، خب من فکر میکنم روسیه میخواد جنگ تموم بشه، منتها نمیخواد بدونی که چیزی به دست آورده باشه بره بیرون. اینکه دولت پوتین یه دولت دیکتاتوریه، یه دولت فاسده، یه دولت سرمایه‌داریه، کسی شکی توش نمیبینه. منتها تمام بحث در این که این جنگ چرا شکل گرفت، چطوری شکل گرفت، چطوری میتونه پایان داده بشه. بس نیست که پوتین خوبه یا بایدن خوبه، هر دوشون دو نیروی سرکوبگر فاسد سرمایه‌داری هستن که سرکوب میکنن. ولی بحث در این که پوتین میخواد بگه آره من با نازی ها مبارزه میکنم، میخواد اینطوری یه تصویر ناسیونالیسم روسیه رو از طریق از زمان شوروی زنده بکنه، ولی به طور واقعی داره با نازی ها هم میجنگه و توی ماریوپول و توی دونتس، تو اون منطقه نازی ها کشتار کردن. و الان فیلم های زیادی شما میتونید روی یوتیوب پیدا کنید که توسط ژورنالیست های مختلف غربی که با رسانه های بستر اصلی نیستن اومده، از اینکه چطور اون قضیه بوچا دروغ بود، اینکه ارتش روسیه اون کشتارا رو کرده تو خیابون انداخته، کلی شاهد. حتی من یک مصاحبه دیدم با یکی از مقامات بالای سابق ناتو که سوئیسی هست، داشت میگفت به نظر نمیرسه که این بتونه کشتار توسط روسیه باشه، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. و بعد اون مسئله گور دست جمعی رو الان دوباره فیلمی ازش نشون دادن که شما میتونید ببینید که نشون میده این گور دست جمعی ربطی به این جنگ نداره، بلکه از سال 2020 آدم های اونجا هستن که مردن و اونجا قرار گرفتن. فیلم هایی که من یه ویدیو کوتاه دیدم از مردم تو این منطقه دونتس که داشتن برای ارتش روسیه دست تکون میدادن، به خاطر اینکه اینا روسیه رو اصلا زبانشون ممنوع شده بود، حمله بهشون میشد، نازی ها سرکوبشون کرده بودن، 30,000 نفر کشته شدن ازشون. اینها عجیب نیست که روسیه رو به عنوان رهایی بخش خودشون ببینن، برای اینکه میدونن از دست نازی ها خلاص میشن، اونم دولت روسیه است، میتونن دوباره به روسی حرف بزنن. این فیلم ها هم وجود داره، میتونید ببینید. در اینکه این بحث در این نیست که روسیه حق داره حمله کنه یا حق نداره حمله کنه، یا روسیه پوتین خوبه یا بده، اصلا بحث اینا نیست. به طور واقعی باید ببینیم این جنگ کجا قرار گرفته، داره چیکار میکنه. من فکر میکنم که دولت روسیه میخواد جنگ تموم بشه، ولی نه قبل از اینکه بتونه بگه من پیروز شدم. این روشنه، باید یه چیزی داشته باشه که بگه من پیروز شدم تو این جنگ، تو جنگ رو تموم بکنه. ولی غرب و ناتو میخوان این جنگ ادامه پیدا کنه. این جنگ براشون یه نعمتی هست که بتونن با بحران اقتصادی و مسائلی که الان دارن توی غرب هم مقابله بکنن. هم مسئله نظم نوین جهانی بارها رسما و روشن گفتن. آذر ماجدی، اتفاقا در هفته که گذشت خبرهایی از انفجار در مولداوی رو هم داشتیم و انگشت اتهام به طرف بخشن نیروهای اوکراینی و یا نیروهای روسی هست. این مسئله آیا میتونه به اصلا تاییدی بر این باشه که میخوان این جنگ گسترش پیدا بکنه؟ من فکر میکنم میتونه نشونه این باشه. بله، الان دارن راجع به این حرف میزنن که جنگ داره به مولداوی کشته میشه و اونجا هم داره تحرکاتی پیش میاد. بحث مسئله سلاح هسته‌ای دارن راجع بهش حرف زده میشه. نیروگاه اتمی که داره توش عملیات نظامی کنارش انجام میشه داره بحث میشه. تمام اون آزمایشگاه‌های شیمیایی و بیولوژیکی که تو اوکراین وجود داره که همه راجع به اینها چه ربطی به آمریکا دارن و دست پسر بایدن و برادر جو بایدن تو اینا هست، اینا پول میگیرن، اینا همه روش شده. این چیزی نیست که خیلی پنهان مونده باشه. اینا همه خطرناکه. اینا به طور واقعی دارن با آتیش بازی میکنن، ولی با آتیش بازی میکنن نه بر و جونه دار اینا دارن تا جون آخرین اوکراینی دارن تو این جنگ میرن جلو و بعد همطور روسی و بعد ببینیم چه کسای دیگه تو این جنگ
در واقع جونشون از دست میدن. منتها آیا اینقدر میتونه دیوانگی بره جلو که جنگ جهانی سوم مطرح بشه که یه بار دیگه بخوان سلاح‌های هسته‌ای رو استفاده بکنن؟ آمریکا قبلا تو جنگ جهانی دوم استفاده کرده، دوباره بخوان این کارو بکنن و الان با سلاح‌های کشنده‌ای که دارن که موقع جنگ جهانی دوم نداشتن، چگونه آیا این دنیا رو به نابودی میخوان بکشونن؟ نمیخوان بکشونن. راستش هم تصورش سخته، نمیشه کامل دقیق دونست که چه برنامه تو میزشونه، ولی اینقدر رو میشه فهمید، نمیخوان جنگ تموم بشه و اگه نمیخوان جنگ تموم بشه این آیندهش خواهد بود. آذر مازیدی، یک مسئله دیگه ای که ذهن من رو مشغول کرده مسئله میلیتاریزه کردن دنیا هست. قبلا خب یه جنبش های بودن که علیه جنگ، علیه میلیتاریزه شدن اروپا خیلی فعال بودن. الان این جنبش ها کم صدا هستن. حالا کشورهایی مثل همین کشور شاهگوستا و فنلاند هم میخوان به پیمان ناتو بپیوندن و از طرف مردم هم هیچ اعتراضی نمیشه. حالا درسته یه تصمیم پارلمانی هست، وقتی یه حزبی حتی میگه بیاین رأی عمومی بذاریم، رفراندوم بذاریم آیا عضو بشیم یا نه، میگن خفه شو، این ربطی به دموکراسی نداره، مجلس خودش تصمیم میگیره. فکر میکنیم که به یه دوره نظامی شدن و میلیتاریزه شدن دنیا هم پیش میریم؟ میلیتاریزه شده دیگه. وقتی نگاه میکنید این همه سلاح‌های کشنده متعارف، سلاح‌های کشنده بیولوژیک، سلاح کشنده اتمی، شیمیایی، تمام دنیا رو برداشته. همین الان خود دولت آمریکا گفته نمیدونن این سلاح‌هایی که به اوکراین میفرستن دست کی میفته. یعنی مطمئن نیستن که حالا میفرستن برای اوکراین. نازی‌ها الان سلاح‌های زیادی که دستشون افتاده و کلی از این نیروهای مزدور، مرسنری‌هایی که اونجا هستن، بعضی نیروهای حتی تروریستایی که راجبشون حرف میزنن، این سلاح‌ها داره دست اونا میفته. خب معلومه دنیا میلیتاریزه شده، اینا دارن فقط دارن هی تشدیدش میکنن. منتها چگونه میشه به نوعی روش ترمز زد، این الان مسئله ای که هست. شما به جنبش‌های اعتراضی ضد جنگ، ضد میلیتاریزه شدن، ضد سلاح هسته‌ای اشاره کردید که تو دهه 70 و 80 وسیع بودن و الان باید ببینیم که چگونه میشه دوباره این جنبش ها رو سازمان داد. الان به نظر میرسه که راست به شدت جلو اومده، راست تقویت شده، راست و فاشیزم داره توی غرب به شدت تقویت میشه و جلو میره و پیشروی داشته. ببینیم چجوری باید تلاش کنیم که جلو این یه سد محکمی رو بنا بگذاریم. ممنون آذر مازیدی که این وقت رو با ما شریک شدین. برای شما ایام خوبی را آرزو میکنیم. خیلی متشکرم، روز شما و تمام بینندگان عزیز خوش. بینندگان عزیز تلویزیون آزادی زن، گفتگوی من رو با آذر مازیدی شنیدید. یک بار دیگر اول ماه مه روز جهانی کارگر رو تبریک میگم و راستش این روز مهمی هست، روزی که آفرینندگان جامعه میتونن اون گرامی داشت اون آفرینندگان جامعه است که میتونه برای همگان آزادی، برابری، رفاه بیاره. روز جهانی کارگر مبارک و ایام به کام. به امید دیدار و شنیدار در دیگر برنامه های تلویزیون آزادی زن، ایام به کام.